سلام با خبرهای ساعت شش شام خوش آمدید شنبه سیوم سور 1396 خورشیدی برابر است با بیستوم می سال 2017 میلادی در نخست سرخط خبرها نگرانی فرماندهان ارشد گروه طالبان از اختلاف های میان گروهی طالبان اشتراک رئیس غنی در نشست کشورهای اسلامی از بحر مبارزه با حراس افغانی به عربستان سعودی انتقال تند اعضای مجلس نمایندگان از بررسی نشدن نشست چرخبارهای مشکوک در شمال تلاش برای انتقال میوه های تازه افغانستان از طریق هوایی به کشورهای دیگر و پیروزی حسن روحانی در انتخابات ریاست جمهوری ایران برای دومین بار من سعید فرید صنای تا نیم سال دیگر میزبان شما هستم حکومت افغانستان باید چگونگی نشست چرخبال های بیگانه در خاک افغانستان را پیگیری نماید عبدالرعوف ابراهیمی رئیس مجلس نمایندگان با نگرانی از رفت و برگشت این چرخبال ها به خاک افغانستان نامنی ها در کشور را چالش بنیادی دانسته و آن را به ادامه روند سرپرستی ها در سطوح حکومت مرکزی و محلی در کشور پیوان می دهد. شکه با اجزت بیشترین خبر. این روزها گسترش دامنه ناامنی ها در کشور بزرگترین نگرانی مجلس نمایندگان را شکل می دهد. ظاهرا رفت و برگشت و چرخبال های بیگانه به ولایت های شمال و این نگرانی ها بیشتر افزود است. رئیس این مجلس خواستار پیگیری جدی چندوچون نشسته این چرخبال ها در خاک افغانستان است. من این فهم که چرا ما کل خاموش هستیم. آیا این کدام پروژه است که مستقیم گفته میشه که از کشور روسیه ایمه باید به وزارت خارجه از صدای مش رسانده شود که جدا باید یک خود اصلا از طریق وزارت خارجه وزارتای های مربوطش باید یک احتجاجی روان کنند بزرگترین عامل چالش های امنیتی ادامه سرپرستی ها در سطوح حکومت مرکزی و محلی دانسته می شود از سوی دیگر غفلت وظیفه‌ای مسئولان امنیتی ولایت ننگرهار در پیوند بر رویداد حمله بر رادیو تلویزیون ملی این ولایت مورد انتقاد قرار می‌گیرد. نیګرانی مردمی افغانستون از طریق نمایه دغان مردوم در شوراوی ملی همچنان در ولوسه جیرګه مطرح میشه یک یز دلایلش مشخصه چې شنو چې شما گفتین سرپرستی در سطح حکومتداری ما رئیس محترم یا چلا وظیفه ورکړه چې د د شهيدانو د زخمیان د وینو د تویدو د دې پوښتنه وشو او هغه څوک چې په مسلو په جاندل شي باید هغه د لیو کزایور ګانو او سپارل شي و ان هم تأكيد برین است کې تلاشҳо برای صلح نیست نباید متوقف شود په کوم چې د اسلامی اصل پاس اساس د خدای د حکم اساس د صلح د فارغ خلاصہ کې در منفي ګرای ترسی د منفي خبري د افغانستان په غټ نه دي در سوی ديګر مجلس نمایندگان مسئولان وزارت مالیه و اداره هوانوردی ملکی را در پیوند به نپرداختن بدهی 20 میلیون دلاری شرکت هوایی صافی استجواب کرده بود اما حضور نداشتن وزیر مالیه در این نشست سبب شد تا در نهایت این مجلس موضوع را به کمیسیون های مواصلات و مخابرات مالی و بودجه و اقتصاد این مجلس واگذار نماید عبدالقیوم زاکر از رهبران ارشد گروه طالبان در نامه از تمامی جنگیان این گروه خواسته است متحد شوند. آقای زاکر در نامش از افزایش اختلاف ها میان فرماندهان این گروه در جنوب به ویژه ولایت هلمند یاد کرده است و به تمامی فرماندهان این گروه هشدار داده است که در صورت ادامه اختلاف هایشان آنان را مورد پیگرد قرار میده. افزایش دامنه نبرد در نزدیک به 20 ولایت کشور طالبان این روزها تلاش دارند تا بخشای از افغانستان را در تبانی با همکاران منطقه ایشان زیر دارد در آورد. اما پس از کشته شدن ملا اختر محمد منصور و ناپدید شدن ملا حبت الله در شش ماه پسین، یک فرمانده ارشد این گروه از بروز اختلاف های شدید میان جنگجان این گروه در جنوب افغانستان پرده برداشته است. در این اواخر شمار از فرماندهان ما در جنوب بوجه ملامنان در هلمند دست به اختلاف های گسترده زده و حتی در بیشتر موارد وی با پخش خبرنامه های گفتاری و نوشتاری مخالفت هایش را اعلام نموده است. این امر تصمیم عجولانه است و بیشتر به سود دشمنان تمام می شود. عبدالقیم زاکر به تمامی جنگجان طالب هشدار داده است که اگر این روان ادامه یابد آنان را کیفر می دهد. در گام دوم باید بگویم که پس از این هیچ گروه حق ارائه نظرهای مخالف را در مورد تعیینات و تقرره ندارد و در صورت که درک کنم هر فرد انگشت انتقاد بالا میکند با او برخورد قانونی انجام خواهد شد اما با باور اعضای مجلس نمایندگان اختلافهای های به میان آمده میان طالبان تلاش های تازه منطقه برای برهم زدن تلاش های گفتگوی حکومت با این گروه است عامل رات پکستاني ها واشهم په با دلیل یی ای چې اینه را به دستهوي خرد او کوچاک تقسیم وکونئ ترې کې بلای هم حکومت وکونئ د خپل سیاسي اختلافات لري واغه د هغه سرچینونه چې د ملاتړ کې یو د د ملاتړ کوونکو او تم کوونکو ادارات یا د دوی رهبران دي آگاهان نظامی به با این باورند که در حال حاضر از بین بردن اختلاف های به آمده از صلاحیت استخبارات پاکستان نیز بیرون شده است و اگر حکومت در وضعیت کنونی تلاش کند می تواند برخی از گروه های جدایی طلب طالبان را بر روند صلح بکشاند افغانستان از کشورهای منطقه انتظار دارد که هزار آس افغانی به حیث ابزار برای انجام بازی های سیاسی در برابر این کشور استفاده نکنند. کاخ رئیس جمهوری میگوید بیشترین آسیب را از هر آس افغانی کشورهایی که از این پریده پشتیبانی میکنند خواهند دید. احمد شکیب محمدی گزارش میدهد. افغانستان در گیر نبرد های نیابتی چند است که برخی مقام های نظامی افغانستان از روی مداخله کشورهایی که این نبرد نیابتی را ادامه می دهند، پرده بر دارند. روسیه، ایران، چین و پاکستان از کشورهایی هستند که متهم به پشتیبانی از افکنان شدند. هر کشوری که با گروه های تروریستی بخواین تماس بگیرند و حمایت کنن، اینه تنها به صبات کمک نمیکنه بلکه خود و کشورها را آسیب می و وضعیت امنیتی شانه بدون شک آسیب پذیر می کابل استفاده برخی از کشورهای منطقه از حراس افغانی را به حیث ابزار و بازی های سیاسی در کشور سخت زیان بار می داند. کشورهای منطقه هم از جریان تروریستی به حیث ابزار بازی های سیاسی علیه کشورهای منطقه به کار نگیرند. افغانستان بارها خواهان پیکار با حراس افغانی شده است ولی تا اکنون این خواستش از سوی برخی کشورها پذیرفته نشده است رئیس جمهور غنی از بحر اشتراک در نشست کشورهای اسلامی برای عربستان سعودی شد. مسئولان ریاست جمهوری می افزایند در نشست در مورد افزایش حراس افغانان و سربازگیری گروه از کشورهای اسلامی و مبارزه با آنان گفتگو می شود. فیض ملک در این باره گزارش ساخته است. جدی گرفتن مبارزه با هراس افغانی از سوی کشورهای اسلامی امروز قرار است نشستی میان رهبران پنجاه کشور اسلامی در ریاض پایتخت عربستان سعودی برگزار شود در این نشست رئیس جمهور غنی نیز اشراک کرده و در مورد چگونگی مبارزه با هراس افغانی پیامی خواهد داشت مورد کالا رهبران کشورهای اسلامی از افزایش فعالیت و سربازگیری این گروهها در کشورهای اسلامی ابراز نگرانی کرده و تصمیم تازه‌ای را در این مورد خواهند داشت از آنجایی که کشورهای اسلامی هم بستر برای سربازگیری گروپ های تروریستی هست و هم بیشترین قربانیان در این سرزمین اتفاق می افتد کشورهای اسلامی عربی و همکاران بین در عربستان سعودی گرد هم آمده تا ظرفیت ها و امکاناتشان به بررسی بگیرند که چگونه می تواند با همکاری هم علیه پدیده مقابله کنند. با این حال حکومت افغانستان میگوید افغانستان در خط مقدم نبرد کنونی در برابر هراسفگانی قرار دارد و هراسفگانان نیست با رویکرد تازه به این نبرد ادامه خواهند ضرورت به با یک بازنگری همه جانبه برای داره که ما چگونه می توانیم با این پدیده با یک عزم جمعی و با یک همکاری منطقی و ای در برابر این پدیده مقابله کنیم هرچند آگاهان سیاسی این نشست را بیشتر به بحران سوریه ربط می دهند اما تاکید دارند که دامه این گونه نشست ها می تواند پیامد خوبی برای تامین ثبات در افغانستان داشته باشد این نشست درست زمان برگزار می شود که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا نیز نخستین سفرش را از همین کشور آغاز کرده است موردی که گفته می شود در حاشیه این نشست با برخاست رهبران کشورهای اسلامی نیز دیدار خواهد کرد قرار است کابل تا یک ماه آینده میزبان نشستی زیر نام پروسه کابل باشد از سخنگویان ریاست با سخنگوی ریاست جمهوری هدف بنیادی نشست را که قرار است کشورهای دخیل در این موضوعات افغانستان در آن حضور داشته باشند ایجاد اجماع منطقه‌ای برای دستیابی به صلح در کشور می‌داند شکیب مولزاد ابوجزاده بیشتر ادامه تلاش‌های حکومت افغانستان برای دستیابی به صلح در کشور این بار افغانستان در تلاش است تا میزبان نشستی با حضور کشورهای تحصیل گذار بر موضوعات افغانستان باشد. نشست پروسه کابل در ماه جاوزا برگزار شود و در این نشست روی گفتگوهای صلح با گروه های مخالف مسلح بحث می شود. تلاش در نشست پروسه کابلی است که ما از ظرفیت های تمام کشورهای منطقه در رای تامین صلح استفاده کنیم آقای مرتضوی به با این باور است که حکومت افغانستان ابتکار عمل در گفتگاه های صلح را در دست داشته و خواستار این است که دیگر کشورها نیست در این روند با حکومت افغانستان صادقانه همکاری نمایند کشورهای منطقه که دیدگاه مخالف هم دارند میتوانند بخش از راه حل باشد و نه اینکه حیث یک مشکل و قرار است که در نشست پروسه کابل نمایندگان کشورهای منطقه و فرار منطقه حضور داشته باشد اما باورها بر این است که حکومت افغانستان دیپلماسی لازم را برای ایجاد اجماع منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای در پیوند به گفتگوهای صلح افغانستان ندارد دیپلماسی حکومت افغانستان و پالیسی هایش در قسمت اجماع منطقوی ضعیف بوده است و لابینگ قوی و درست در این مورد نداشته است ولی در چه صورتی میتوان خوشبین برای مثبت این نشست بود گرم نگه داشتن نشست ها و نزدیک کردن قدرت های منطقه و جهانی در در اطراف یک میز برای که حدیقه اونا بتانند برای تفاهم برسند. افغانستان در حال تا یک ماه دیگر میزبان این نشست خواهد بود که از آغاز کار حکومت وحدت ملی با آنکه همواره بر ایجاد اجماع جهانی برای مبارزه با حراس افغانی تحکید شده است اما این تحکید دستاورد چندانی نداشته است. گماندنی های وجود دارد که جنرال دوستان معاون نخست رئیس جمهوری به ترکیه تبعید شده است اما نزدیکان آقای دوستم و کاخ رئیس جمهوری میگویند آقای دوستم برای درمان به ترکیه رفته است از سوی هم شمار از اعضای مجلس نمایندگان به این باورند که احتمالا معاون نخست رئیس جمهوری وادار به ترک کشور شده است در سال نو خورشیدی تحول سیاسی زیادی در کشور شکل گرفت که این نمونه های درشت آن به گونه زیر می باشد. گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی به کابل آمد گفتگاه های اتا محمد نور با کاخ ریاست جمهوری برای تقسیم قدرت به انجام نرسید احمد زیا مسعود نماینده ویژه رئیس جمهور در امور اصلاحات و حکمداری خوب برکنار شد و حالا گزارش های وجود دارد که معاون نخست ریاست جمهوری به ترکیه تبد شده است هرچند ریاست جمهوری و نزدیکان معاون نخست رئیس جمهور این موضوع را رد می کنند فکر میکنیم امی سفر رو بر معاینات رفتن و اینا از تمام شخصیت های کشور یک چیز عادی و معمولی است خب بیرد من ها هر کس بر نفع خود و زهم خود تعبیر کرده ولی حقیقت چیزی که اینا رفتن فقط بر یک معاینات اساسی خود چکف شوه خیر پس می مقاین اول ریاست جمهوری در جریان هستن که اه اه یک دوسیه هم در بخش عدی و قضایی داره ما امیدوار هستیم که هم سرنوشتش مشخص شوه ولی فعلا چون برای تداوی به ترکیه رفته همه ما شما برای مندیشان دعا میکنیم امیدوارم زودتر به وطن برگرد اما را از آگاهان حقوقی میگویند بر بنیاد حکم قانون اساسی کسی حق محروم کردن از تابعیت و تبعید کسی را ندارد تبعید و محروم ساختن از تابعیت افغانستان مطابق قانون اساسی افغانستان در صلاحیت هیچ کسی نیست یعنی هیچ طبیع افغانستان از تابعیت محروم نمیشه ظاهرا آمدن حزب اسلامی به کابل میدان بازی سیاسی را نیز تنگتر ساخته است طوری سران جمعیت اسلامی از همین حالا در صورت تضعیف حزبشون هشدار میدهند کی میتونه که دیگر فرزند ما را با سادگی از ما بگیره مگر اینکه ما مدیر خوب بده باشیم صفی هم داشته باشیم اما در سوی دیگر فشار بر معاون نخست ریاست جمهوری و به نحو به بردن احزاب سیاسی دیگر مانند جمعیت اسلامی از سوی ریاست جمهوری نوع فرصت دادن بیشتر به حزب اسلامی دانسته شده که می تواند پیامت خطرناک را در قبال داشته باشد در یک چک نیست که آقای جنرال دوستوم بنابر فشارهای بسیار مضاعف یک از کشورها و ارگ جمهوری از کشور تبیید شد آقای دوستم. آ... اصلا روینده نبود ولی آلی که چی بایی شده ای میره از افغانستان و چی مدتی میمونه و برمیگرده نمیگرده به نظر ما یک سوال بارها از توی سیاست مداران نسبت به انحصار قدرت در کاخ روی جمهوری سخن زده شده است اما ریاست جمهوری این موضوع را رد کرده است و گفته است برخورد رئیس جمهور با همه جناهای سیاسی یکسان است با احتمال زیاد انتخابات مجلس نمایندگان و شورای ولسوالی ها در سال روان برگزار نخواهد شد. سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات می افزاید حکومت تا اکنون معضل نبود بودجه برگزاری انتخابات پیشرو را حل نکرده و ادامه این وضعیت برای برگزاری انتخابات پیشرو مشکل خواهد بود. امید دولزه با شرح بیشترین خبر. مسئولان کمیسیون مستقل انتخابات چند پیش گفته بودند که اگر حکومت تا پایان ماه روان موزل تمین نشدن بودجه را حل نکند انتخابات مجلس نمایندگان و شورای ولسوالی ها در سال روان برگزار نخواهد شد اکنون که این میاد پایان یافته است سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات میگوید با ادامه این وضعیت برگزاری انتخابات پیشرو مشکل خواهد بود دا یو ډیر غټه اندښنه ده چې انتخاباته په خپل سر باندې په خپل وخت کې و نسي او د مونږه هغه طرح او پلانونه او پروګرامونه چې هغه په تاریخ باندې ولوي اقای سیاد میفزایت کشورҳои کومک کوونده نیز درین زمينه سهلنګوري کوي په امید دوه نارنجې د مونږ سره وادیه کړې دي اما متأسفانه د غوي وادیه زیان وایم په تر اوسه پورې فقط وادیه دي او یو عملي ګام نه دی غوړه کړی د مونږه نهادهای ناظر بر انتخابات کشورهای کمک کنند در ملزم به تامین بودجه برگزاری انتخابات پیشرو در کشور نمیدانند و از حکومت میخواند تا این بودجه را تامین کند دا کنند لپاره خانه دا حکومت داخلي منابعو باید توجه وکړي چې پرانا انتخابات مصارف شماره از اعضای مجلس سنا نیز برگزاری انتخابات پیشرو را رو در سال روان با توجه به سهلنگاری ها در این زمینه ناممکن میدانند برای برگزاری انتخابات باز بعید به نظر میرسه به او خاطر است که من فکر می مسئله بودجه اصلا اراده ضعیف است جدیت قاطیت در زمینه برگزاری انتخابات وجود نداره اما مسئولان حکومت از تلاش هایشان برای تامین بودجه و امنیت برگزاری انتخابات پیشرو خبر میدهند هر وقت تقویم اونها اعلان کنه و اما مقدار نیازمندی خود با حکومت شریک کنه حکومت بر اساس تقویم انتخابات و نیازمندی هایی که سوی پیشنهاد میشه بودجه را تامین میکنه ما آمادگی خود را داریم از قبیل تامین بودجه تامین امنیت انتخابات و چگونگی استفاده از تکنولوژی هم یک از بحث هایی است که, که فعلا یک حیات روش کار میکنه این در حال است که کمیسیون مستقل انتخابات تا اکنون ترهای کچک کردن حوزه های انتخاباتی، تنظیم مراکز رایدهی و برخی ساختن روند انتخابات و پیش رو را به حکومت فرستاده است، اما پاسخ حکومت در این موارد تا اکنون روشن نیست. خبرهای اقتصادی لحظات بعد تقدیمتان می شاد. با ادامه خبرها خوش آمدید. امسال میوه های تازه کشور با بهای مناسب از طریق راه هوایی به کشورهای جهان صادر خواهد شد. مسئولان وزارت تجارت و صنایع میگویند با برخی از بازرگانان خارجی که علاقمند خرید میوه های تازه کشور هستند به تفاهم رسیدند تا صادرات از طریق کارگاه های هوایی به آن کشورها انجام شود. همه ساله بخشی از میوههای تازه کشور به دلیل بستبندی غیر میاری و پیمودن مسیرهای طولانی زمینی فاسد می شود و کشاورزان و بازرگانان از این ره گذر آسیب جدی می بینند. در پیوند به این موضوع، مسئولان وزارت تجارت و صنایع می گویند شماری از کشورهایی که علاقمند خرید میوههای تازه کشور هستند، بهای به مناسب را از بحر انتقال آن از طریق کارگوهای هوایی ارائه کرده اند طرح کار کرده است که چطور می با قیمت پایین تر از طریق کارگو کالاهای ما را خصوصا میوه های تازه و سبزیجات خود با کمترین زمان با کمترین هزینه به کشورهای مختلف در قدم نخست اگر کشور هندستان در قدم های بعدی کشور امارات متحده عربی حوزه خلیج فارس و کشورهای عربی باشد از سوی هم آقای قوقندی از بهبود روابط بازرگانی از طریق خط آهن با کشورهای آسیای میانه و کشورهای خلیج نیز خبر میدهد که در امر انتقال های تازه و سبزی نیز اثر مثبت بر جامعه میگذارد انشالله تا یک ماه دو ماه که میوه های ما میرسه و ما با بازارهای بین با المللی روان میکنیم مشکلات را که در سال گذشته باشه امسال هیچ کدامش وجود نداشته و با کمترین زمان و هزینه کمتر کالای بیشتر به بیرون از افغانستان صادر کنیم این در حال است که همواره پاکستان در فصل برداشت میوه و سبزی کشور راه بازرگانی را بر بازرگانان کشور با بهانه های گوناگون تنگ می سازد. اما بازرگانان می اگر روند بازرگانی کارگوهای هوایی سرعت یابد مشکل انتقال میوه و سبزی به کشورهای جهان از بین خواهد رفت. آبهای سطحی در غرب کشور بدون استفاده به کشورهای همسایه می ریزد. مسئولان اداره زراعت هراد با بیان این مطلب می گوین. از ده در های سطحی در غرب کشور برای بهبود زراعت استفاده می شود و متباقی آن به بیرون می ریزد. در بهار روان میزان بارندگی در غرب کشور به 240 میلی متر رسیده است. رقمی که در تناسب به سال گذشته افزایش را نشان میدهد مسئولان اداره زراعت هرات میگویند اگر آبهای باران با ایجاد ذخیره های آب مهار شود فراورده‌های کشاورزی در غرب کشور بیش از 30 درصد افزایش خواهد یافت به گفته آنان اکنون 90 درصد آبهای سطحی در ولایت های غربی به کشورهای بیرونی می ریزد. اینجا کیلومتر مربع می باشه این معادل 11 میلیارد متر مکواب میشه شه خود در صد ولایت را اما متاسفانه اگر 10 فیصد از هم جذب زمین شده باشه ما 90 فیصد از این از دست داد. کارشناسان آب میگویند با ایجاد ذخیره های آب افزون بر تعمین آب های کشاورزی از تخریب زمین ها جلوگیری شده و آب زیر زمین ها نیز تقویت خواهد شد بیشترین ظرفیت ها را ما امروز به ولسوالی های دوردست برای کنترل آبها مدیریت آب داریم و این عدم زوف ارگان مربوط بوده در قسمت کنترل آب هرات در همین حال مسئولان محلی هرات از برنامه های تازه برای مهار آبهای سطحی در این ولایت خبر ها برنامه های دری راسته از وزارت انرژی و آب روی دست است و انشاالله با عملی شدن از اینا ما میتوانیم بخش زیادی از آبهای جاری مهار باران متواتر در نخستین روزهای سال روان کشاورزان را نسبت به کشت و زراعت امیدوار کرده بود اما بی برنامگی در حوزه مدیریت آبهای سطحی کشور این امید را نقش بر آب کرده است خبرهای خارجی هم پس کوتاه نمیتون میشه باز هم خوش آمدید. حسن روحانی رئیس جمهوری کنونی ایران و نماینده اصلاح طلبان پیروز انتخابات ریاست جمهوری این کشور گردید. بر بنیاد گزارش ها آقای روحانی با بدست آوردن بیش از 57 درصد آرا توانست که ابراهیم رئیسی جدیترین رقیب خود را شکست دهد. حسن روحانی نماینده اصلاح طلبان ایران در انتخابات ریاست جمهوری این کشور برای بار و دوم بر کرسی ریاست جمهوری ایران تکیه زد وزارت داخله ایران اعلام کرده است که آقای روحانی از مجموع 41 میلیون رای توانسته است که 23.5 میلیون رای به دست بیاورد در حالی که ابراهیم رئیسی نماینده اصولگرایان تنها 15 میلیون رای به دست آورده است که 38.5 درصد میگردد علی خامنهای رهبر مذهبی ایران در پیام اشتراک مردم در انتخابات ایران را جشن حماسی دانسته است ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه و بشار اسد رئیس جمهوری سوریه از نخستین کسانی بودند که پیروزی آقای روحانی را تبریک گفتند. فدریکا موکرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا نیز در پیام ضمن تبریکی به آقای روحانی تاکید کرد که اروپا آمادگی دارد تا همکاری با ایران را برای اجرای موافقتنامه هسته‌ای ادامه بدهد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری امریکا در نخستین سفر خارجیش پس از روی کار آمدن در قدرت امروز وارد شهر ریاض پایتخت عربستان سعودی شد با گزارش خبرگزاری رویترز آقای ترامپ با ملک سلمان شاه عربستان سعودی دیدار و گفتگو کرده است دو کشور همچنان تفاهم نامه بازرگانی برزش 15 میلیارد دلار به امضا رساندند قرار است رئیس جمهوری امریکا فردا با سران بیش از چهل کشور اسلامی در پیوند به نحوه مبارزه با دیدار کند اعتراض باشندگان فلسطین در شرق بیت المقدس پس از دخالت پلیس اسرائیل به خشونت کشیده شد بر می گزارش ها دیشب صدها تن در شرق بیت المقدس در پشتیبانی از زندانیان فلسطینی که در زندان های اسرائیل دست به اعتراض غذایی زدند راهپیمایی کردند در این اعتراض ها چندین تن زخمی گردیدند خبرهای ورزشی هم پس از وقفه کوتاه تقدیمتان می و این هم چند خبر از جهان ورزش عبدالرزاق رضایی و شوکار افغانستان در وزن 48 کیلوگرم در رقابت کشورهای اسلامی توانست حریف ترکمنستانیش را مغلوب کند و نخستین مدال برونز را پس از 12 سال از این رقابتها به سود افغانستان کسب کند از سوی دیگر ملک جان سدید قهرمان وزن 65 کیلوگرم در دو مسابقه نخست خود حریف قطری و عراقیش را مغلوب کرد اما بدل چهار مسابقه بدون وقفه رقابت سوم و چهارم را به حریفان واگذار کرد. و کارگاه آموزشی دو که از سوی فدراسیون ساواتا یا کیک بوکس به مدت دو روز راه اندازی شده بود امروز پایان یافت. در این کارگاه سی ورزشکار از هشت ولایت کشور اشتراک کرده بودند که سند مربیگری را از سوی این فدراسیون به دست آوردند فدراسیون ساواتا یک نهاد فرانسوی می باشد و افغانستان بیش از یک سال می شود که عضویت آن را به دست آورده است و در ده ولایت به رسمی فعالیت دارند و این هم وضعیت هوایی فردای کابل و چند شهر دیگر کشور با پایان سرویس خبری از ساعت شش شام رسیدیم سپاسگزارم از توجه و همراهی شما آفارتان خوش خدا نگهدار